سرخط خبرها حامد کرزی به بزرگترین آرزویش رسید. خانه سر و دیدین حقانی به بزرگترین پایگاه ترورستان مبدل شده است. هشدار جهان باری دیگر به طالبان، افغانستان وارد دوره جدید بحران می شود. قتل های مرموز، جسد دو مرد در ولایت قندهار پیدا شد. رئیس دفتر وزیر حج و اوقاف طالبان بازداشت شد. ورنجر طالبان یک کودک را در فاریاب زیر گرفت. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم السلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. قتل های مرموز، جسد دو مرد در قندهار پیدا شد. منابع محلی در قندهار گفتند که جسد دو مرد ناشناس در این ولایت پیدا شده است. منابع محلی روز یک شنبه 8 جدی گفتند که این جسدها به گونه جداگانه از سایه ولسوالی ارغنداب و تنگی برکت ولسوالی اسپین بولدک پیدا شده است. به گفته منابع جسد پیدا شده قابل شناسایی نیست. در همین حال منابع محلی در قندهار گفتند که دو تن از چوکیداران شهر در پی خصومت‌های شخصی کشته شدند. منابع محلی می‌افزایند که این دو تن یک شنبه شب در مربوطات حوزه 14 شهر قندهار کشته شدند. قتل‌های مرموز در ولایت‌های مختلف اخیراً افزایش یافته است. رنجر طالبان یک کودک را در فاریاب زیر گرفت. یک رنجر طالبان در شهرستان اندخوی ولایت فاریاب یک کودک 8 ساله را زیر گرفت و هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت. منابع محلی روز یک شنبه 7 جدی به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند یک رنجر نیروهای گشت طالبان یک کودک 8 ساله را در مرکز شهرستان اندخوی زیر گرفته و کشته است. منابع میگویند این کودک پرویز نام داشته و هنگام عبور از جاده زیر موتر طالبان شده و جان باخته است. به قول منابع محلی تیزرانی و بی‌پروایی نیروهای طالبان باعث این رویداد شده است. این چندمین بار است که وسایط نظامی طالبان در گشت و گذارهای خود در ولایات چندین تن را زیر گرفته و به قتل رسانده‌اند. رئیس دفتر وزیر حج و اوقاف طالبان بازداشت شد. منابع گزارش دادند که رئیس دفتر وزیر حج و اوقاف گروه طالبان از سوی استخبارات این گروه بازداشت شد. منابع محلی روز شنبه 7 جدی به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند نظرالله بیان رئیس دفتر وزیر حج و اوقاف گروه طالبان پس از برکناری از سمتش از سوی استخبارات این گروه بازداشت شده است. با گفته منابع آقای بیان به علت کار در نظام پیشین و جنگیدن برادرش مولوی نبی الله در نظام سابق علیه گروه طالبان از سمتش برکنار شده بود. منابع تصریح کردند که نظرالله بیان در نظام جمهوریت نیز رئیس دفتر وزیر حج و اوقاف بود و با آمدن طالبان در این سمت خود باقی ماند. بر اساس گزارش منابع آقای بیان در روز قبل توسط رهبری وزارت حج و اوقاف طالبان از وظیفه‌اش برکنار و روز گذشته از سوی استخبارات این گروه بازداشت شده است. گفته می شود مولوی نبی الله بیان برادر نظرالله بیان یکی از جنرالان وزارت داخلی افغانستان است که در نظام گذشته علیه طالبان جنگیده و مدت نیز به حیث فرماندی امنی کابل ایفای وظیفه کرده است. جهان یک بار دیگر طالبان را هشدار داد. افغانستان وارد دوره جدید بحران می شود. مارک، معاون سیاسی دفتر سازمان ملل در ملاقات با ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در اشاره به اعمال قوانین طالبان بالای سنان گفته است که افغانستان وارد دوره جدید از بحران می شود. یونما به نقل از مارک روز شنبه 7 جدی در رشته تیویت های گفته است ممنوعیت آموزش و کار از سوی طالبان خدمت رسانی را برای مردم افغانستان آسیب خواهد زد. او در این دیدار خود با وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز
خواستار لغو فوری این تصمیم طالبان شده است. این در حال است که ندا محمد ندیم پس از آغاز به کار من حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در هفته های گذشته در نامه به دانشگاه های دولتی و خصوصی آموزش دختران را تا امرسانی معطل قرار داده است. این تصمیم طالبان باعث واکنش های گسترده داخلی و خارجی شده است. حامد کرزی به بزرگترین آرزویش رسید. قرارداد 25 سالی چین با شرکت رابط. شرکت خصوصی رابط قندهاری قبل از این به هدایت حامد کرزی امتیاز استخراج نفت و گاز آمودریا را به دست آورده و با چینایی ها قرارداد بسته بود. در آن زمان امریکایی ها سنگ اندازی کردند. اکنون قرارداد احیا شده است. خانه سرودیرین حقانی و بزرگترین پناهگاه ترورستان مبدل شده است. انجینر ثناءالله غفاری یا شهاب المهاجر رهبر داعش خراسان بعد از بازداشت اسلم فاروقی توسط امنیت ملی از سوی شبکه حقانی به حیث جانشین اسلم فاروقی تعیین شده بود. وی اکنون در مهمانخانه حقانی در شیرپور و مهمانخانه خاص خلیفه روبروی وزارت داخله به سر میبرد. گرفته شده از گزارش رزاق مامون. تعلیق کار زنان. طالبان با پیامدهای ناگوار تصمیم‌های خود روبرو می‌شوند. گزارش از خبرگزاری اشت صبح. زنان نصف مطلق جمعیت افغانستان را شکل می‌دهند و نمی‌توان نیم پیکر جامعه را از حق تعلیم و کار محروم کرد. زیرا از یک طرف دین اسلام کسب علم و به دست آوردن دانش را برای مرد و زن مسلمان فرض دانسته و از طرف دیگر تجربه نمایان می سازد که زنان نسبت به مردان بیشتر مسئولیت پذیرند. به عنوان نمونه دو دهن نخست قرن 21 نشان می دهد که مرفه‌ترین کشورهای دنیا فنلاند، نیوزلند، آلمان، سنگاپور و دیگر به تلاش های رهبری زنان بر رفای همگانی نائل شدند. منظور از رفای همگانی در این کشورها شاخه های مانند بلندترین، پایانترین، جرم و فساد اخلاقی، پایینترین نرخ فساد اداری، بلندترین نرخ دسترسی مردم به رسانه ها، معتبرترین پاسپورت، پایینترین نرخ مرگ و میر کودکان و مادران، بلندترین نرخ رشد اقتصادی، امنترین قلمرو، بلندترین طول عمر و پایینترین نرخ بیکاری است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.